بچه ها، درس امروز ما در مورد کاغذسازی، فرایندی که از قدیم الایام برای انتقال اطلاعات و ارتباط با هم نوعان خودشون انسان ها استفاده می کردن. در قدیم خیلی سال پیش انسان های اولیه برای اینکه بتونن ارتباط برقرار کنن با هم دیگه از توی غارها با زغال نقش میکشیدن روی دیواره غارها. بعدش بعد از اینکه فهمیدن زغال و این ابزارهایی که دارن زیاد مناسب نیست، اومدن شروع کردن کنده کاری کردن از طریق سنگ هایی که داشتن، چون میکنن دیوارا رو کندن، عکس های مختلف روی غارها ایجاد میکردن، مثل عکس حیوانات، شکارچی، قبایل، عکس آدم یا عکس حیوان های مختلف که نشون دهنده این بود که توی این محله که هستن چه حیواناتی زندگی میکنن و چه قبایلی با هم دیگه در کنار هم هستن، یا صلح دارن یا دارن جنگ میکنن. بعد از مدتی خب بشر به فکر رسید که چجوری میتونه اطلاعاتش رو انتقال بده. اونها بعد از مدتی این نتیجه رسیدن که روی گل میتونن اطلاعات خودشون رو منتقل کنن. روی گل میومدن مینوشتن و خوش میشد و لوهای گلی همونطور که تو این تصویر وقتی لوهای گلی رو اومدن نوشتن و به نتیجه این رسیدن که لوها هم زود از بین میره، همچی حمل و نقلش سخته و مذهبی که روش میشه نوشت خیلی خیلی کمه، از نظر اندازه‌ای خیلی کمه این مطالب، اومدن گفتن که حالا که ما میخواییم این کار رو انجام بدیم بهتره بیایم یه فرایند دیگه ای رو استفاده بکنیم. اومدن چه فرایندی رو استفاده کردن بچه ها؟ اومدن چیکار کردن؟ اومدن روی پوست درختان شروع کردن نوشتن. ابتدای امرم با خونه حیوانات می نوشتن مطالبشون رو، چون پوست درختان، پوست قدیمی درختان راحت کنده می شد، از این طریق می اومدن اطلاعاتشون رو انتقال می دادن و پخش می کردن. نمونه ای از لوهای گلی رو الان اینجا می بینید. لوهای گلی همونطور که می بینید با خطی که اون زمان داشتن، خطایی که داشتن مثل خط میخی، اینا رو با مثلا ته با یه جسم نکتیز مثل شاخه درخت چیزی روی گل می نوشتن و میمون. می بینید که چند هزار سال هم گذشته و هنوز این لوهای گلی هست. می بینید همونطور که می بینید لوهای گلی مونده. بعد اونا از پوست درخت ها استفاده کردن. پوست درخت ها هم که بر نوشتن استفاده می کردن، گفتم با خون حیوانات بعدن اومدن موادی رو با هم ترکیب کردن و جوهر درست کردن. جوهر رو از منبع مختلف مواد درست کردن. هم اکسید آهن رو میتونستن جوهر از اکسید آهن و یه ماده دیگه میتونستن جوهر درست بکنن. هم از چی؟ هم از مثلا پوست درختان یا میوه درختان مثل گردو میتونستن درست بکنن این جوهرو و پوست درخت، روی پوست درخت بنویسن. تو این تصاویر میبینید بچه از پوست درخت برای نوشتن هایی که میتونن استفاده کنن به چه صورته. ببینید این پوست درخت رو جدا کردن، درخت توس یا برستا در زبان روسی یه پوست قابل انعطاف داره که میشه ازش به عنوان مثلا کاغذ استفاده کرد. قدیم هم یه همچین چیزهایی بوده.
می اومدن این پوست درخت ها، پوست قدیمی درخت ها رو می کندن و پشتش می نوشتن. هم انعطاف پذیری خوبی داشته، همی که کمک می کرده که به نوشتشون که راحت تر بنویسن، دیگه دردسر لوحای قلمی هم نداشته باشن، لوحای گلی. خب بعد از مدتی دیدن که خب پوست درخت هم چقدر میتونن استفاده کنن، اومدن از پوست حیوانات استفاده کردن. پوست حیوانات بچه ها هنوز که هنوزه کتاب هایی هستش که از پوست حیوانات به دست میاد و هست. همین الان هم به عنوان چیزای تزئینی بعضی وقتا رو پوست حیوانات هم می‌نویسن و می‌فروشن، چون جنسش از چرم پوست حیوانات و دباغش می‌کردن، می‌دونن روی پوست حیوانات می‌نوشتن و موندگاری بسیار طولانی مدتی داشت. خب مشخصه که پوست حیوانات از کاغذ هم بیشتر دوام میاره. وقتی که بچه‌ها توی پوست این پوست درخت هست می‌بینید راحت می‌شده نوشت براش، میبینید خیلی راحت. مثلا حالا اینجا یک مثالی زده، ولی روی پوست درخت راحت میتونستن بنویسن. خب نقاشی بچه ها اون یه سری نقاشی حتی میتونستن پوست درخت بکنن. چینی ها این کار زیاد انجام میدن، نقاشی های زیبا با آب رنگ و رنگ های مختلفی مادن رو پوست درخت انجام میدن. بعدش رسیدن به چی؟ پوست حیوانات. پوست حیوانات بچه ها زیاد میشه نوشت روش و موندگاری بالایی داره. این هم پوست حیوانات که نوشته هایی که از این باب به دست اومده بچه ها. توی چرب نوشته هایی که بچه ها روی چرب به دست اومده و الان هست این هاست. ببینید بچه ها این نوشته های چرمیه، روی چرم یا پوست حیوانات نوشته بودن و تومار میکردن، یعنی رولش میکردن و مثلا به بقیه انتقال میدادن. پس نها کنید بچه ها، ما روی اینها هم میتونیم بنویسیم. حتی قدیمی ترین نسخه های قرآن هم بر روی پوست حیوانات جدیدن کشف شده و وجود داره و هنوز که هنوزه هستش. ببین بچه هنوزم که هنوزه توی پوست حیوانات یا چرم برای تزئینی و کارهایی که زینتی باشه چیکار میکنن بچه ها؟ می نویسن. هنوز که هنوزه تو پوست حیوانات نوشته میشه. وجود داره اینه که خب ما رو پوست حیوانات هم نوشتیم، اما باز نمیتونیم مطلب های بله مادر توی یه من چارگون داره، اون رو پوست گوز نوشته شده. آره میشه، هستش، قدیمی ها زیاد دارن. بچه بعد از مدتی دیدن که اینا جواب نمیده برای نوشته های زیاد، خیلی نمیتونن استفاده کنن. اولین بار کاغذ هایی که به اسم کاغذ میشناسیم و شبیه کاغذ های امروزیه توی مصر کشف شد، تو رود نیل از پاپیروس. بچه پاپیروس یه دونه گیاه مثل بامبو دیدی چجوریه که نیای بزرگیه، مثل شبیه نیه خیزرانه. بچه ها نگاه کن این نیا رو نگاه کنید، این نیا از این نیا که این پاپیروسه بچه ها. خب این نیا رو میبینید طولشو چند متر هم داریم، 3-4 متر هم ازشون هستن، 3-4 متر طول دارن. خب این پاپیروس رو چیکار میکردن؟ میگرفتن این به نام کاغذ پاپیروس میخواستن درست کنن دیگه. این پاپیروس رو رشته رشته میکردن بچه ها. بکنه اگه ما این کاغذ این رشته ها رو بیایم، دیدید سبزی تره چجوریه؟ سبزی تره مثلا میشه رشته رشتهش کرد. اینا میمونن رشته رشته میکنن بچه ها، میبینید؟ و این رشته رشته ها رو پلو هم میچینن. خب یعنی میان ریز ریز میبرن، یعنی رشته رشتهش میکنن، مثل انگار رشته آش، مثل انگار چون فرض کنید ماکارونی پلو هم چیدید. خب وقتی پلو هم بچین چه اتفاقی میفته؟ میذارن خوش میشه تو آفتاب. وقتی خوش شد اینها با هم میچسبن و یه استحکام خوبی رو مثل نها کنید یه استحکام خوبی رو برقرار میکنن و تشکیل
یک برگه‌ای رو میدن، بچه یه برگه‌ای رو میدن که پر الیاف ریز 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 پاپیروسه. شما می‌نویسید برآمدگی داره این کاغذ، در واقع رده رده است. میدونید دقیقا چی میگم؟ که به اینا میگفتن اسم انگلیسیش، یعنی کاغذ پاپیروس تبدیل شد به پیپر یا چی؟ پیپر، کاغذ از پاپیروس به وجود کنید. این بچه ها مصری هستن، معمولا مصری ها خیلی تو این چیزا واردن. لازم بچه ها این نیه خیزران، ببخشید پاپیروس که گفتم شبیه چیه؟ نگاه کنید بچه ها زخامتشو، بعد بیاخته تو فوره، ولی نیه های دیگه توشون خالیه. بچه ها این مصریان قدیم، من مصریان قدیم توی مصریان باستان از این خیلی استفاده میکرد. ناکرم چجوری درست میکنه؟ میاد این پاپیروس رو یه قطعش رو میبره، ناکنید یادتونه بهتون گفتم ببینید بچه ها، میبینید چجوریه؟ برقای نازک نازک مثل تره، ناکنید ناکنید بچه ها. میبینید وقتی نازک نازک میشه چه اتفاقی میفته؟ دقیقا نها کنید چقدر نرم و راحته. خب این یه تیکه است، وقتی بیان پلو هم بچیننش چی میشه؟ یه کاغذ میشه دیگه. نها کنید بچه ها با وردنه میاد قشنگ صافش میکنه و آب اضافی رو از پوستش خارج میشه، خارج میکنه. بعدا نهایتا میگن که آخده با که خوشه. اینا اولین نوع کاغذ هایی که بشر درست کرده بوده این هاست، که اونم خداوند در اختیار انسان گذاشته بوده دیگه، هیچ کاری نمیخواستن بکنن، فقط میگرفتن میچسبوندن پلو هم. نها کنید then you watch the slices get strong flexible elastic slices then we will put the slices here to change the colors for 3 days or 6 days the difference is the color of the paper we would like to make 3 days you have the lighter colors like this color 6 days you have the باشه ما که این یه رو کاغذ پاپیروسیه نه کنید نقاشی کشیده روش ببینید نظر تیکه تیکه هاشو قشنگ میبینید و پلو هم چیدن و چسبیده. خب الان اینو گذاشته داره خیس بشه، نگاه کنید الان پله هم میچینه، نگاه کنید بچه ها میبینید یه دونه مثل یه پازه، یه پازه. آره نه مثلا خواهد نشون بده که اگه بخواهیم استفاده کنیم چجوری میشه. توی آفتا هم بذاری آبش از این میره، مشکلی نداره بچه ها، ولی خیلی زمان بره دیگه. شما نفعه یه کاغذ مخواهی درسته چقدر تو میگشه تمام این قطعا رو پلو هم بچینی تا بشه یه کاغذ. نه خیلی بچه ها بعدش میتونم یه دونه حوله ای جسمی که بخواد خوش بشه اینم پرسته نما کنید. حالا قدیما ها میمادن مثلا از وزنه های سنگین استفاده میکردن، آبش کاملا خارج میشد، بعد توی آفتاب میذاشتن خوش میشد، بعد میشه کاغذ با همین راحتی. فقط رده رده بود دیگه، دیگه فهمیدی دیگه چه رده رده است، چون قطعه قطعه های پلو همه یه ذره بالا پایین داره. بچه توی مصر، مصر باستان خیلی اطلاعات زیادی داشتن. ببین یه همچه چیزی میشه، ببینید خب بچه یه همچین کاغذی رو آخر سال به دست آوردی. بعد مصری ها اومدن از این چیکار کردن؟ صادر کردن اینها رو، اینها رو صادر کردن، شروع کردن به کشور دیگه فروختن. مهمترین کشوره که میفروختن امپراتوری
روم بود. به امپراتوری بچه ها روم می فروختن این کاغذ ها رو. ببینید؟ دقیقا میگه چجوری بچه ها؟ کاغذ دیگه شما نسوزه جلوی نور گره جلوی نور گره شما یه کاغذ هم بچه ها بخواید استفاده بکنید یه کاغذ هم بخواید استفاده بکنید جلوی مثلا لامپ بگیرید لامپ رشته یا خب چند دقیقه نگرده میسوزه یه لحظه نگرد داشت جلوی لامپ محدوری مثل کاغذ عادیه پس به این نتیجه رسیدیم که به این نتیجه رسیدیم که تو چین هم یه همچین فرآیندی استفاده می شود هم توسط کتان هم توسط پاپیروس بعدن چینی ها به این نتیجه رسیدن ببینید بچه این کاغذ ها رو می اومدن از کتان یا از پنبه درست می کردن و روش یادداشت می کردن می نوشتن خب بچه ها حالا بعدم با فرآیند ساخت کاغذ به روش امروزی آشنا میشیم و فیلماشو پخش میکنم براتون چجوری میشد چجوری کاغذ رو درست میکنم ولی بچه ها این یه روش قدیمی چینیه که دارن توی چین دارن کاغذ درست میکنن هنوزم که هنوزه خیلی از مردمش اشتغال دارن به این روش های کاغذ سازی و حتی تو روش های کارگاهی هم بچه ها خیلی ها از این کاغذسازی رو استفاده میکنن میان چوب قطع قطع میکنن و خمیرش میکنن و فرایند های امروزی منتها با سبک و شیوه قدیمی بچه اینا هم چوبه میتونه از الیاف هر درختی باشه میتونه از الیاف هر درختی استفاده بشه اینا تو کارگاهاشون بچه کاغذ درست میکنن حالا این کاغذ هایی که میبینیم اینجا دارن درست میکنن کم کم باهاش آشنا میشی چه جوریه ما کاغذ رو میاد چوب رو خورد میکنن چوب درخت رو مثل چیپسش میکنن بهش میگن چیپس چوب این چیپس چوب رو میاد وقتی که خورد خورد شد میاد توی محلولی مخلوطش میکنن این محلولی که بچه ها مثل اسید چوب داخلش حل میکنه چوب داخلش حل میشه در خود کتاب نوشته تبدیل تبدیل به دقیقا بچه ها میان چیپس چون درست میکنن انگار توی اسید که نیستش یه ماده یه اینو حل میکنه بعد از اینکه حل کرد بچه ها مثل انگار شما آرد و قاطی آب بکنید خب چی میشه یه خمیر به دست میاد دیگه بعد میاد خمیره رو لایه لایه میکنن با این وسیله که میبینید مثل سرنده میان داخل آب تکونش میدن میبینید این خمیر چوب الان قاطی این آبه خب داخل این محلول آب دقیقا آب نیست چند تا محلول هم قاطیه میان مثل الک داخلش میکنن میارن بالا وقتی که آوردن بالا تبدیل میشه به یک لایه نازک از کاغذ بعد این کاغذ ها رو میان میچینن برش میدن و میفروشن به کشورهای دیگه به اسم کاغذ آچار ما فکر نم کاغذایی که تو کارگاهش به وجود اومده کاغذایی که توی کار جا پرس آب اضافهش خارج میشه و همون چیزی که بچه ما توی کاغذسازی تو منزل میخوام یاد بگیریم این هم دقیقا به این کاغذ ها تو کارگاه چینی درست میشه بعدن بسته‌بندی میشه مثلا تو همین کاغذ های آچار که میبینید خیلی هاش تو همین کارگاه ها درست میشه چین کشوری که به صادرات معروفه و صادر زیاد میکنه کاغذ روزنامه میزنه کاغذ مجلات میزنه کاغذ گلاسه میزنه انواع مختلف از کاغذ ها رو آفرین تکثیر میکنه جان خب بچه این کارخونه های کاغذسازی بچه کارخونه کاغذسازی خیلی پیشرفته تر ها مثل چیزا نیست مثل کارگاه ها نیست خیلی پیشرفته تر ها این خمیره هست میبینید این خمیره که درست جناح کنید با یه دونه وسیله میذارن یه لایه نازکش رو برمیدن اگه ما دستمال کاغذی رو خورد کنیم توی آب میتونیم باش کاغذ درست کنیم ولی کاغذمون خیلی زخیم میشه خیلی زخیم میشه یا مثلا روزنامه باطله رو اگه خورد کنیم توی آب بعد لایه لایش بکنیم میتونیم یه کاغذ درست بکنیم که الان فیلمشو با هم میبینیم
فیلم کاغذسازی رو به تو روش نه توی خونه اول میبینیم بعدا روش نگاه کنید بچه این فیلمو آره یه همچه چیزیه از اون رنگبری کاغذه توضیح میدم به تو هنوز نرسیدیم اون قسمتا یه آزمایش هم بچه خونه انجام بدید بچه ها نگاه کنید الان اون دو نفر دارن میخوان کاغذ درست کنن حالا من نمیدونم خندش کجاستی مثلا بچه ها اومده دستمال کاغذی رو ریخته تو مخلوط کن میذاره آبم قاتیش کرده خب بیزار آب قاتیش کرده مخلوطون رو زده بلندر رو که بزنید این قشنگ دستمال کاغذی با آب ترکیب میشه بچه دستمال کاغذی با آب نمه کنید چی رو؟ نه خراب بچه بشه نه خب بچه ها مثل یه دونه حالت شیرمون میخواد درست نمه کنید بعد آب رو میریزه توی ظرفی این مخلوطی که درست شده رو قاتیش میکنه بچه الان بچه هم بزنه متوجه میشید نگاه کنید این همون کاغذسازی که توی چین هم انجام میشه توی کارگاه مون تا اونجا با چوب انجام میدن اینجا مثلا با دستمال کاغذ اومده انجام میدن نگاه کنید بچه یه محلول یه آب فقط با فقط با آره بچه نگاه کنید الان این اومده یه دونه علک درست کرده تقریبا یه صافی نگاه کنید بچه صافیش هم اون طرفش چهار طرفش چوب زده یه دونه پارچه توری براش بس کرده نگاه کنید وقتی ما داخل دستمال کاغذی کنیم ببینیش بالا خب مشخصه آب خارج میشه از زیرش و خورده دستمال کاغذی ها میاد بالای چی فرار میگه نگاه کن ببینید خب الان این تبدیل شد به چی یه کاغذ ساده همون کاری که تو کارگاه انجام میدن یادتون هست الان ببینید بچه یه دونه مثلا یه پارچه میذارم فشار میارم روش یه پارچه میذارم فشار میارم روش مثلا با پا میشه دست روش چون مثلا امکان نداره پرس که ندارید مثلا ولی تو خونه میخواید انجام بدید میتونید مثلا با پا برید روش با آبکش هم بچه هم میشه با آبکش آبکش هم همین کار انجام میده دیگه مثلا آفان یه حوله گذاشت روش آره حوله گذاشت آبش رو بکشه بیرون خشکش کنه بچه نها کنید الان ببینید بچه ها حوله رو میذاره روش الان مثلا اگه باشه بهتره که طرف بره روش یه دونه چوب بذاره و بره داخلش اگه این کار کنه که قشنگ اون آبها از تمام کاغذ بزنه بیرون آخه بچه ها مثل انگار لباس دارید میشونید میچلونینش این هم همینه دیگه آخه آب از بغلش خارج میشه خوش که خوش میشه با دیدید بچه ها این هم یه آزمایش در واقع مربوط به بچه ها کنید الان این کاغذی که درست شده رو بزنه جلو آفتاب خوش بشه قابل استفاده از میروش برید خب این رو تو خونه انجام میدید یه ذره زیاد نمیخواد یه کاغذ خیلی کوچولو اندازه نصف کف دست هم باشه کفایت میکنه یه ذره دستمال کاغذی با آب مخلوط کنم نمیخواد بریزید حل بشه بعد چی رو؟ هر چی دوست داشتید تزمینش خواستید بکنید یا هر کاری خواستید بکنید میتونید انجامش بدید بچه ها این هم خب کاغذ کاغذسازی رو به این شیوه به ما یا قشنگ هست با دست هم میتونیم ما مخلوط کنم میتونیم خراب نمیشه بچه ها نگاه کنید این هم توی آزمایشگاه توی یکی از کشورهای خارجیه که دارم این کار انجام میدم بچه ها نگاه کنید این هم از اومده این اومده درست کرده یه مخلوطی درست کرده از تکه های کاغذ و Now you'll still see little bits of chunks here. That's okay. Now I want this to be really watery. If it's not, خیلی این قدر کاغذ زیاده ولی یه ذره بخواد درست به اندازه کف دست 7-8 تا بندازه کافی میشه بچه نها کنید اینو این دیگه اصلا با مخلوط کنم استفاده نکرده اومده حل کرده اومده اینقدر حل کرده تا دستمال کاغذیش قشنگ آره توریه با آبکش هم میشه انجام داد تو خونم دارن الگ یا صافی دارن همه اکثرا نگاه کنید بچه ها این حالا بزرگه ما اینقدرشون نمیخوایم انجام بدیم برای آزمایش ولی در حد
یه دفترچه یادداشت کوچولو. آره یه بعد یه کوچولویی که به کار نه آخه بچه ها اکثرا دارم مربوط واب کشم میشه زیاد too much on, just a little. Yep, just sprinkle it on. I put a different areas here. You don't have to, but this can add. You're not going to see too much of this because it's going to be covered by another layer of paper because we need this to stick on here. So the next thing I do is I take it back over. And I'm going to take the scoop this time. And what I'm going to do is I'm going to scoop. Now look what I'm doing here. I'm stirring this around because I don't want to be too thick here. And I'm going to take this and I'm going to carefully put on top here to cover up. Make sure you cover up all the leaves. The glitter is going to float to the top. That's okay. The main thing is that you cover the leaves just a little bit and that everything is covered evenly.